می میکنم خدمتون حضورتون درود میفرستم هموطنان عزیز و ارجمندم. اگر بخوایم جهان پهناور سیاست را در عالم خیال به آن ابعادی ببخشیم تا بتوانیم ماجراهایی که در این جهان سیاست میگذرد، تجسم کنیم در خیالمان. می توانیم یک میز پینگ را در نظر بیاوریم. طرفین بازیگر سیاسی درست مثل دو نفری که با هم پینگ پونگ بازی میکنند و دو طرف میز ایستادهاند تلاش دارند به یکدیگر گل بزنند تلاش دارند که یکدیگر را در این داد و ستد دائمی پینگ شکست بدهند این تجسم واقعی است از یک تخیل برای جهان سیاست حالا بگذاریم از اینکه روزی و روزگاری در زمان نیکسون رئیس جمهور آمریکا همین بازی پیمپونک رابطه ای شد میان آمریکا و چین بعد از سالیان دراز خصومت در حال حاضر می بینیم که این بازی پیمپونک به شدت میان آمریکا و روسیه پوتین ادامه دارد شاید بتوان به جرأت گفت بعد از پایان جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق چنین برخوردی میان آمریکا و روسیه پوتین وجود نداشته است منتها این بار کمی ملایم است همون بازی پینگ است که رقبا سعی میکنند بدون خشونت بلکه با مهارت طرف را شکست بدهند قضایی به جایی می رود که تمام سیاست مداران جهان باور می کنند که دو طرف بر سر گرفتن سود بیشتری از تقسیم جهان با یکدیگر به نوعی لجبازی پرداختند چگونه می شود که آقای پوتین ناگهان به یاد این بیفتد که قانونی را در روسیه بگذراند که خانواده های روسی نمیتوانند توانند بچه های یتیم و یا بی سرپرست آمریکایی را بپذیرند به عنوان فرزند خانه به روسیه ببرند و آنها را بزرگ کنند در این دنیای آشفته در هم چه تفاوتی می که یک خانواده روسی و یا نه صد خانواده روسی از بچه های مثلا یتیم آمریکا از یتیم خانه های آمریکا پنج تا شش تا ده تا بچه رو آداب کنند بپذیرند به فرزند خانگی و ببرند آیا برای شوروی گسترده به آن سرزمین گسترده به لحاظ جمعیتی گسترده به لحاظ قدرت نظامی تفاوتی می کند؟ پس این نو بازی های ظاهری است که در پس ارز کنم که بازی های دقیق سیاسی ادامه دارد روسیه سرانجام پذیرفت که نماینده گروه مخالفین بشار اسد را بپذیرد و با او مذاکره کنند با او که در واقع نماینده گروه های جنگجوی مخالف بشار هستند دقیقا به این توجه داشته باشید از این سو حکومت نادان اسلامی حکومتی که هنوز طرز تفکر سران آن با طرز تفکر عرب ها در 1400 سال پیش در عربستان هیچ تفاوتی نکرده است یعنی آنها همان گونه اندیشه می کنند در مورد مسائل جهان که اعراب تازه به قدرت رسیده نو مسلمانان تازه به قدرت رسیده که از اسلام هیچ چیزی نمیشناختن جز فرمانی که میگفتن از جانب خداوند آمده است بروید، حمله کنید، بکشید، سر ببرید هر قناعیمی را که به دست میارید سهم امام را بدهید و بقیهش متعلق به خودتان است اگر زن و بچه حریف را اسیر کردید حلال است، خداوند حلال فرمودند که شما هر کاری که دلتون میخواهد با این زن و بچه های اسرا انجام بدید آنها را در بازار برد فروشان بفروشید و جا ببخشید با آنها شب و صبح و زور هم خواب شوید این نوع اقلانیت حاکم است بر در واقع این نوع بیخردی نه اقلانیت حاکم است بر حکومت اسلامی در جایی که یک حکومتی مثل شوروی پوتین یعنی کسی که گام به گام پا جای پای استالین میگذارد کارش به جایی میرسد که میپذیرد نماینده مخالفین جنگجویان علیه بشار اسد را ببیند و با او مذاکره کند حکومت اسلامی چه میکند چندین تن طلا همون طلاهایی که از ترکیه ماهای پیش خریداری میکرد چندین تن طلا میفرستد به سوریه برای چی؟ برای اینکه قیمت پول سوریه سقوط نکند و بشار اسد بتواند به وضعیت خودش ادامه بدهد چه می شود متقابلا پول ایران سقوط می کند این دوباره اوج گرفتن دلار حالا فاش می شود که مربوط به همون تون تون طلاهایی است که حکومت اسلامی به سوریه فرستاده است. در چه زمانی؟ در زمانی که حکومت اسلامی این ما حقوق سپاه پاسداران را پرداخت نکرده است. برای اولین بار در طول 34 سال گذشته حکومتی که تمام موجودیتش بر مبنای سپاه پاسداران استوار شده است نتوانسته که حقوق آنها را به موقع بدهد در حالی که همگان میدانید اولین پول هایی که از بودجه نفت صرف میشد صرف سپاه پاسداران میشد این و تازه غیر از این است که تمام شاهرک های اقتصادی ایران را به دست سپاه پاسداران سپردند و آنها آن که دلشان میخواهد عمل میکنند غیر از اسکله های قاچاقی است که سپاه پاسداران رسما و علنا به وجود آورده و این سپاه پاسداران است که مشروب خارجی ارز کنم تلویزیون و هزار مسئله دیگه همین دیش های ماهوارهی که هر روز یک بار حجوم میبرن خانه های مردم جمع میکنن همین سپاه پاسداران است که وارد میکنن و در بازار سیاه به همان مردمی که ماهواره هاشان را جمع کردن میفروشند در چنین شرایطی آیا می توان انتظار داشت گروهی که نمیگویند حکومت اسلامی نه میگویند ما حکومت اسلامی را قبول داریم اما باید مهرها جابجا شود یعنی اصلاح طلبان یعنی میگویند اگر آقای احمدی نژاد برود آقای خاتمی بیاید اوضاع و احوال مملکت درست بشود یعنی میگویند اگر رهبر بخشی از اختیاراتش را به آقای حاشمی رفسنجانی بدهد اوضا درست می شود کدام آقای خاتمی که هشت سال برای حکومت اسلامی وقت خرید اندکی اندکی آزادی های بسیار ظاهری نه ریشه ای به مردم ایران داد و مردم ایران خوشحال بودند که یک سید خندان آمده است و بر آنها حاکم شده است کدام هاشمی رفسنجانی او که بارها و به کرات فاش شده است که بزرگترین قارتگر ارز کنم که درامت های نفتی بوده در همان دوران اولیه انقلاب بارش را نه برای خودش برای هفتاد پشتش هم بسته است نه فقط درآمد نفت را بالا میکشیده که فرزندانش برای بستن قرارداد با کمپانی های خارجی انواع اقسام ارز کنم که رشوه ها را دریافت می داشتن. و برای آزادی پسرش که در بازی های داخلی به زندان رفت چند میلیارد تومان پول نقد و کش به قول آمریکایی‌ها میآورد و تازه پوزخند هم میزنن که این پول تو جیبی آقازاده هاست آیا این مملکت را با شرایط که خدمتان عرض کردم می توان با جابجا کردن مهرهای از همین حکومت تفاوتی نمی کند که سبز است اصلاح طلب است گروه روحانیان مبارز است و و و, و. و. مادامی که آخون جماعت به نام اسلام بر ایران حکومت می کند ما نباید انتظار داشته باشیم که ملت ایران به گذشته پر افتخارش نه دو هزار سال پیش همین سی و پنج سال پیش بازگردند مگر اینکه شما اراده کنید و خود شما مردم بخواهید و از این خواب طولانی سی و چهار ساله به درایید تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم